سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. من حارث جمالزاده هستم. آیساف میگوید گفتگوها میان ناتو و پاکستان در سطوح سیاسی و نظامی در مورد بازگشایی راه تدارکاتی ناتو افزایش یافته، اما عملیات های نیروهای بین المللی در افغانستان متکی به این مسیر نیست. کارستن جاکوبسن سخنگوی آیساف می افزاید که راه تدارکاتی ناتو از بندر کراچی مسیر کوتاه است و انتقال مواد لوجستیکی از این مسیر به آسانی صورت می گیرد. او در ادامه می گوید در طول مسدود بودن این مسیر از سوی دولت پاکستان هیچ تعلیل در عملیات های نظامی ناتو در افغانستان به وجود نیامده، اما کوتاه بودن این مسیر با اهمیت است و ناتو تلاش دارد تا این مسیر را باز نماید. ضعف انسجام و هماهنگی بین نهادهای عدلی و قضایی پلیس سبب افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت شده است. جنرال باباجان، فرمانده پلیس زون 33 پامیر در شمال، با ابراز این مطلب میگوید تا زمانی که هماهنگی بین پلیس و نهادهای عدلی و قضایی به وجود نیاید، نهادین ساختن حاکمیت قانون در کشور دشوار و ناممکن خواهد بود. علاوه بر اینکه پلیس تلاش‌های سبوروتی را در راستای تامین امنیت عمومی خصوص تحقیق و تصدیق مجرمین انجام می‌دهد، اما بعد از واگذاری مجرمین به نهادهای عدلی و قضایی، نتیجه قابل انتظار را در برخورد با مجرمین از سوی نهادهای عدلی و قضایی با ملاحظه هم نرسیده است. امروز کمیشن کار مفسد و بدنام که 102 نفرش در ولایت بلخ شناسایی شده بود، چون دامات عملی را روی دست گرفتیم، فعلا در دهلیزهای محاکم ما گشت و گذار کرده نمیتونند. از جمله امی کمیشن کارهای مفسد با تعداد یک مجموعیشان ما به توقیف ولایت بلخ معرفی کردیم. یک مخالف مسلح دولت با 2 میل جنگ افزار در ولایت ننگرهار بازداشت شد. ادریس مومن، سخنگوی پلیس سرحدی زون 101، میگوید این فرد با 2 میل کلاشینکوف هنگامی که میخواست وارد کشور شود در مرز ترخم بازداشت شد. با گفته او این فرد مربوط به گروه طالبان است و تحقیقات از وی جریان دارد. ژاپن برای ساخت خط پرواز هواپیماهای باربری فرودگاه کابل نزدیک به 3 میلیون دلار کمک بدون بازپرداخت میکند. مسئولان با امضای قرارداد این پروژه میگوید که با ساخت این خط فعالیت فرودگاه کابل معیاری خواهد شد. از سوی دیگر وزیر ترانسپورت از تصویب قانون جدید ترانسپورت و هوانوردی ملکی خبر میدهد، قانونی که بر بنیاد آن فعالیت های این وزارت تنظیم خواهد شد. خط پرواز هواپیماهای بزرگ باربری در فرودگاه کابل 44 متر بر و بیش از 5 کیلومتر طول دارد. وزیر ترانسپورت میگوید که افزون بر قیرریزی و بازسازی این خط، ساخت چراغ‌ها و دیگر تجهیزات فنی نیز شامل این پروژه اند. به گفته وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی، هزینه این پروژه نزدیک به 3 میلیون دلار میباشد که از سوی ژاپن پرداخت میشود. تصویبی که فعلا به اصطلاح ما را امروز شاهد افتتاح هستیم، ی برز 44 متر و طول 5.4 کیلومتر، البته که تسهیلات لازم را برای نشست و برخواست طیارهای کلان 747 و بوئینگ 777 اینا فراهم میکنه. از سوی هم سفیر ژاپن ساخت این پروژه را در معیاری شدن فعالیت های هوایی در کشور مؤثر میداند. ژاپن این بار نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی را برای ساخت تسویه فرودگاه کابل تخصیص داده است که اجرای این پروژه در معیاری شدن فعالیت های فرودگاه کابل مؤثر خواهد بود. در این حال وزیر ترانسپورت از نهایی شدن قانون جدید ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان خبر می‌دهد و می‌گوید که این قانون فعالیت های ترانسپورتی و هوانوردی افغانستان را منظم خواهد ساخت. در فعلا این قانون تصویب شده که میتونه یک بنیاد خوب بر کارهای یا بر انکشاف رشد هوانوردی در وزارت ترانسپورت باشه. ژاپن از سال 2003 میلادی به این سو بیش از 96 میلیون دلار تنها در بازسازی فرودگاه کابل به حکومت افغانستان کمک کرده است، اما بخش خصوصی مدعی است که با وجود کمک‌های جامعه جهانی، افغانستان هنوز هم یگانه کشور است که هیچ یک از فرودگاه‌های آن مطابق با معیارهای جهان ساختن نشده است. و دستکم 4 شورشی در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی پاکستان کشته شدند. مقام‌های محلی گفتند یک هواپیمای بدون سرنشین صبح امروز به خانه در شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی 2 حمله موشکی انجام داده که در نتیجه 4 شورشی کشته شدند. واشنگتن وزیرستان شمالی را پناهگاه اصلی طالبان و القاعده می‌داند که این گروه‌ها از آنجا حملات دهشت افکنی در افغانستان را طراحی می‌کنند.
این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.